سلام علیکم به تیم جنگی جیکسریتی، امیرعلی عبدالی هستم. خوش اومدید به این ویدیو یوتیوبی دیگه. امروز میخوایم بریم دیس سرسخت بکنیم شاخهای مجازی و که نمیدونم چرا دارن لات میشن و انقدر لایک میگیرن و ویو میگیرن و پول در میارن. بدون هیچ معطلی اضافه ای برو بریم سراغ ویدیو و دیس کردن. یادتون نره پیج اینستاگرام منو فالو بکنید و سوژه دیس برام بفرستید که من اینجا سوژه دیس کم نیارم. کامنت انگلیسی و سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره. میدونید که یوتیوب مسخره بازی زیاد داره دیگه. دمتون گرم، برو بریم واسه دیس. کاش دوست پسر داشتم تا بهش میگفتم پول بده یه دونه میزد تو دهنم، میگفت هیچ وقت با من این حرف نزن. من خودم شعور داشتم، صبح 20 میلیون زدم. شما کاش یه بابا داشتی که عقده های دخترشو برطرف میکرد که دخترش انقدر عقده گشایی نمیکرد. والا من هر جا تو دارم نگاه میکنم پوست و گوشت و استخون از طلا که چیزی نداری اون پای ماینا که 20 تومن انتظار خرجی داری. جای اینکه بیای اینجا ویدیو پر کنی برو کمیته امامی، نمیدونم گلریزون خونه ای، جایی شاید پول جمع کردن گذاشتم 20 تومن در آوردن دادم به دست از سر پسرای مردم برداشتی. من نمیدونم تو یکی از کجا دانلود شدی بر علیه 1080 یا بیانیه صادر کردی، ولی حواست باشه یهو نیام بالا سرت تو خونتون موقعی که داری با شیلنگ شوگرددیت سعی میکنی که بیلیارد بازی کنی بیام بگم پیتو که من بازی بذارم وسط چوب بیلیاردو. چی شده عقده ای شدی؟ با کلی بس تل و دوا و قرص و نمیدونم سیدنافیلد و فلان و بیسال و بهمان شیلنگ شوگرددیت کارایش به عمل نیامد که بیلیارد بازی کنی؟ راضی نیستی؟ تو کف موندی؟ دلت میخواد بگو هست؟ 1080 هم هست، چرا دیس میدی به 1080 مرد مامه؟ هم خودت هم شوگرددی پیر چوریکیدت پا به سن گذاشتید دیگه، دوره مال ماست. برو به فکر خانه‌داری و بچه‌داری و اینجور داستانا باش. برو این چین و چروکای صورت تو آمپول بزن که از قیافه نیفتی، که همین شوگرددیایی هم که با شیلنگشون بیلیارد بازی میکنی واسه یه شب خرجتو بدن. سمت 1080 نه یا کار بدیه، یه جور دیست میکنم اشک در بیاد. ببین پلیس وحشت عمومی که نداریم، پلیس فتا هم که با اینا کاری نداره، پلیس آلودگی صوتی نداریم آجی. یعنی چی رفیق فابریک این وریه پوستش انقدر سفیده آدم یاد شیر برنج میفته؟ چه رفیق فابریکی هستی اصلا؟ فکر کن من یه جا دوام شد گفتم این رفیق فابریک منه، میگیرم ماچت میکنن دو نفره میریم سه نفره برمیگردیم میایم. البته ما رو کشتن اونجا. این خانم شبیه جاینت لول 6 کلش آف کلنز میبینه. من تک به تک اینو تو خیابون ببینم میرینم تو خودم. کسی نیست از امنیت ما دفاع کنه جلو اینا؟ بعضی انقدر تیزی گذاشتن سر کمرشون استفاده نکردن دیست کمر گرفتن. آقا تو که بلد نیستی به درست کار بلدش جنگی. واقعا نکنه تو فکر کردی لاتی؟ آخه ما رفیق داریم تو رو میبینه استمنا میکنه. من خودم چند تا مرجع زنگ زدم پرسیدم عکس شما رو نشون دادم گفتم آجی این پسره، ولی من میبینمش تحریک میشم. اون کارد آشپزخونه تو که ننت داده پیاز خرد کنی و بذار تو جیبت، انقدر لات بازی در نیار، گیره یکی میافتی میبرن. از 80 تا دی ان ای ازت در میاد بیرون، سابقه داشته. ببین اینجا اونجا نیست، جای گوزیدن نیست. دو سه بار اومدی صحبت کردی لات بازی درآوردی ویو گرفتی پولتو جمع کردی، میام آرایشاتو پاک میکنم ناخوناتو میکشم میشینی گریه میکنی برادر منو. ببین اصلا اون دختری که 6 صبح از باغ داره برمیگرده بیاد خونه نهایت مسته. تو چه چیزی مصرف کردی که روغم مایه گذاشتی بغلت رفتی بالا پشت بوم داری کس و شر میگی؟ خواهر من اون نهایت مست کرده داره تلو میخوره 6 صبح رفته اشغالشو بکنه. ما رفیق داشتیم شیشه میکشیده این حالتو نداشته، گل دیدیم کشیدن این حالتو نداشته. شما خودت الان یه مجرمی، شما یه مواد جدید کشف کردی. چی داری میزنی که بالا پشت اون با روغم مایه فاز نصیحت میگیری؟ قفل همه جا روانگردان و و همزا و همه چیزا و با هم زدی. فکر کنم شما صنعتی زدی بری بالا، بعد اون بالا گفتی اوه من چقدر بالام، ریدیت خودت سنتی رو زدی بیای پایین، فاز به فاز شده روغم مایه رو ورداشتی رفتی بالا پشت بوم، احساس ارسطو به خودت درس داده. بده 24 رد کن بره بابا. اون خداست که بخشنده است، من وحشیم. بده 66.
خب حالا که خدا میبخشه بذار نقد سازنده بکنم. ببین شما قشنگ نفروری میتونی بگی 66. خواهر من یکم چربی های اضافه تو آب کن. اگه مشکل داری باشگاه نمیتونی بری یا نمیتونی رژیم بگیری، مایه زردشوی پیریل بخور که با قدرت زیادی که نفوذ در چربی ها داره مشکل تو رو حل کنه. از جدول پریدی پایین، آسفالت ترک خورد بابا. خدا میبخشه دیگه، اینم ببخشه، ما شوخی کردیم بخندیم اینجا. ببین به من نگو پلنگ، من یه چهارا رو یه نفره با همین ناخونام میبندم. ببین پلنگ جان، شما برای ما گربه هم نیستی، ولی از گونی راضیم. برادرانی که اهل گونی هستن و قیافه شما رو دادن میدونن که کار شما با یه گونی جمع میشه واسه یه شب. زیاد زرت و پرت نکن، مهمون گونی میشی یا خیلی کتباز و لاتی داری را میری. یهو این پات به اون پات میگه صلوات بفرست، میفتی زمین، گوزت به شقیقت رفتار میشه. بیا و درستش کن، به شما یکی لاتبازی نمیاد. برو ناخوناتو درست کن، انگیر نکنه زیر اون همه ناخون خدا وکیلی. ببین خدا وکیلی وضعیت تولید محتوا تو ایران خیلی خرابه. الان شما فکر کن یه ترکیه ای، نمیگم یه اروپایی خیلی خفن یا آمریکایی، بره اکسپلور ایران رو باز کنه ببینه یکی تو جوب داره دنبال معلوم نیست چی میگرده که تبلیغات بگیره یه پولی بگیره. خب همون جوب بشین ملت پول بندازن جلوت دیگه، با شرافت تر از اینه که آبروی ما رو ببری. کسخل تو دوب دنبال چی تو جوب؟ یا زدی جدول داری حلش میکنی؟ بابا قبل از اینکه مواد مخدر را مصرف کنید، مخصوصا شیش، گوشی همراه خود را از خود دور کنید که یکم چین کلیپای ندید بیرون. ای بابا خدا ایشالله بیشترش کنه. شما اگه شبا خوابت میبره، شما اگه خیلی آدم خفنی هستی، خیلی زحمت کشیدی این ماشینا رو خریدی، بدون که خیلی ها با لنگ پول اصلا یه باک بنزین این ماشینو بدی، یه شب گشنه نمیمون. حالا شما شب راحت بخواب، اینجوری لات بازی و لاکچری بازی در بیار. ما که میگذریم، با تو میگه خدا که میگذره، ما که بنده. بریم ببینیم دیگه سیاسی دارم. بچه بودم وقتی یکی از یادم که دوستشم کاسش میگیرم، بری الان که بزرگ شدم خجالت میکردم یکی از یادم که کاسش میگیرم. خب پس مواظب باشی، آدم بزرگ درسته بزرگ شدم ولی هنوزم فکرم بچه بودم، مواظب باشی. مواظب چی باشم؟ اصلا تو بیا گاز بگیر منو. اصلا البته اگه گاز بگیره یه 20 سانتی میشه که حرام میشه. بیا بابا مهربون باشیم، بوس کن. من به خدا شما خیلی بچه خوبی هستی. ما یه زیدی داشتیم بهش میگفتیم بچه من فلان، شما از اون بچه تر و زیباتری. من میترسم یه حکم اعدام بمونه رو گردنم، نه که من مثلا خیلی قوی باشم بلای سر شما بیارم، و نه چون شما پسری و خیلی تمیزی و منم بالاخره آدم لغزنده ای هستم، میگم یه وقت حکم دوباره تپ نه این چیز، این یوتیوبه. این بلاخ پایین رو بزن که لایک بشه، کامنت انگلیسی هم بذار، سابسکرایب کن، سعی کن یه کاری هم بکنی که ثابت نپره، از ماه ده هشتادی هم حمایت کن دیگه. مرسی که این ویدیو رو دیدی، تا ویدیوی دیگر بدرود. اینستاگرام ما رو هم فالو کن. مرسی.